امیدی تازه در نهایی شدن ساخت واکسن کرونا. شرکت زیست فناوری مدرنا نتایج آزمایش واکسن خود بر روی 45 فرد داوطلب را اعلام کرد. طبق اعلام این شرکت، پس از واکسیناسیون پادتن بیماری کووید 19 در بدن تمامی داوطلبان به وجود آمده و زمانی که محققان نمونه های پادتن این داوطلبان را در برابر نمونه آزمایشگاهی ویروس کرونا آزمایش کردند، متوجه شدند که پادتن ها به طور مؤثری باعث خونسا شدن این ویروس می شوند. هنوز مشخص نیست که این واکسن تا چه مدت افراد را در برابر کووید 19 محافظت می کند. شرکت مدرنا همچنین در حال برنامه ریزی برای انجام مرحله دوم مطالعات بر روی واکسن خود است که شامل 300 نفر می شود. در مرحله سوم مطالعات واکسن شرکت مدرنا 30,000 نفر این واکسن را دریافت خواهند کرد. انتقال ویروس کرونا از رحم مادر به نوزاد در فرانسه تایید شد. فرانسه از ثبت نخستین مورد تایید شده ی انتقال بیماری کووید 19 از رحم مادر به نوزاد خبر داد. بنابر اعلام پزشکان فرانسوی، یک نوزاد پسر در نخستین روزهای پس از تولد علائم التهابی را بروز داده که مربوط به بیماری همه‌گیر کنونی است. پیشتر نوزادانی علائم کووید 19 را از خود بروز داده بودند، اما پزشکان اطمینان نداشتند که بیماری در رحم مادر به آنها منتقل شده است یا پس از تولد. کرونا می تواند به مغز آسیب‌های جدی وارد کند. دانشمندان بریتانیایی متخصص مغز و اعصاب دریافتند ویروس سارس‌کوو-2 که باعث ابتلا به بیماری کووید 19 می شود، می تواند به مغز و دستگاه عصبی انسان آسیب‌های جدی وارد کند. از جمله سکته مغزی، فلج و از بین رفتن حافظه که معمولاً خیلی دیر تشخیص داده می شود. تحقیقات نشان داده است که ویروس کووید 19 در برخی از بیماران، حتی آنهایی که دارای علائم بسیار خفیفی بوده و بهبود یافتند، آسیب‌های جدی مغزی وارد کرده است. آسیب‌هایی که یا خیلی دیر یا هیچگاه تشخیص داده نمی‌شوند. شناسایی کامل توالی ژنوم کروموزوم X انسان برای نخستین بار. متخصصان ژنتیک موفق شدند برای نخستین بار توالی ژنوم کروموزوم X را به طور کامل شناسایی کنند. کروموزوم X یکی از کروموزوم‌های تعیین کننده جنسیت است که از والدین به فرزند منتقل می‌شود. شناسایی توالی ژنوم در درک زیست شناسی بدن انسان و بیماری ها اهمیت زیادی دارد. به غیر از کروموزوم X، شناسایی توالی ژنوم 23 کروموزوم دیگر باقی مانده است و دانشمندان این تحقیق امیدوارند تا پایان سال 2020 به توالی کامل ژنوم انسان دست پیدا کنند. استفاده از گلبول های قرمز برای مقابله با بیماری ها. محققان دانشگاه آکسفورد موفق شدند با استفاده از گلبول‌های قرمز خون، روشی جدید برای مقابله با بیماری‌ها به وجود آورند. در این روش، آنتیژن‌ها که محرک تولید پادتن هستند به بدن تزریق و با استفاده از نانوذرات به گلبول‌های قرمز خون متصل می‌شوند. آزمایش این روش بر روی موش‌ها نشان داده است که روند گسترش سرطان به طور مؤثری آرام می‌شود. دانشمندان در سال‌های اخیر توانستند روش‌هایی برای اتصال مواد شیمیایی مانند داروها و پادتن‌ها به گلبول‌های قرمز خون پیدا کنند تا این مواد به اعضا و بافت‌های بدن برسند. طبق اعلام محققان، از آنجایی که گلبول‌های سفید و قرمز به طور مستقیم در جریان خون با یکدیگر ارتباط دارند، بنابراین با استفاده از خون میتوان از سیستم ایمنی بدن انتظار واکنش‌های قوی‌تری در برابر عوامل بیماری‌زا داشت.